سلامی مجدد، یه برنامه لایو دیگر رو با هاتون شروع میکنیم. در خدمتتون هستیم تا مهمون عزیز این برنامه من به ما به پیونده. من یه چند کلمه راجع به لاود آرت میگم. نه مرسی که اومد، بذارین من اجازه بدم ایشون وارد بشن. خب تا این دوستمون به ما وصل بشن، من یه چند کلمه راجع به لاود آرت سوسایتی بگم. لاود آرت سوسایتی 5 ساله که الان در شهر کلگری کانادا در حال فعالیت هستش و ما کارامون همه در راستای ترویج و تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی هستش. و در این مدت 5 سالی که ما فعالیتمون رو شروع کردیم، برنامه های متعدد زیادی رو داشتیم، از جمله برنامه های گروهی که حضوری بوده، دست جمعی بوده، کارهای نقاشی دیواری بوده. همچنین ما برنامه آموزشی و کانال یوتیوب رو داریم به زبان فارسی، همچنین کانال یوتیوب خود لاود آرت سوسایتی هم هستش که الان این برنامه هایی که داریم ضبط میکنیم رو اونجا اشتراک میزنیم. خب این دوست ما هست که با ما بحث شدن ولی دوباره قطع شدن. من دوباره دعوتشون بکنم و خب حالا با این برنامه پروژه داستان نویسی 1001 شب و داستان هنرمندان در خدمت شما هستیم. از وقتی که این پندمیک شروع شده ما تصمیم گرفتیم که بخوایم با هنرمندان دیگه ارتباط برقرار بکنیم، آنها رو به همه هنرمندای دیگه آشنا بکنیم، با خودمون آشنا بکنیم و بتونیم یک کامیونیتی، یک جمع هنری و فرهنگی خوبی در کنار هم دیگه داشته باشیم که هم آموزشی داده باشیم برای افراد دیگه و هم فعالیت خودمون رو ادامه بدیم و بتونیم با هم دیگه انشالله در آینده همکاری‌های هنری داشته باشیم. خب این دوست عزیزمون امروز یک هنرمند جوان رو داریم، خانم غزل کریمی از ایران. ایشون قرار به ما وصل بشن ولی خیلی ممنون از همه دوستانی که اومدن و برنامه ما رو تماشا میکنن امروز. لطف کردین، ما هنوز مشکل داریم با اتصال ایجاد کردن با ایران و دوست عزیزمون، دوست هنرمندمون خانم غزل کریمی. تصویرساز هستن ایشون، در کارهای هنری تصویری و نقاشی و طراحی فعالیت انجام میدن و امیدوارم که بتونیم با هم دیگه وصل بشیم و بتونیم این گفتگومون رو شروع بکنیم امروز. خب من تو منتظر هستم که دوستمون به ما وصل بشه، چون من بهشون ریکوست فرستادم. به نظر میاد که اینترنت شاید مشکل داشته باشه، چون ایشون قبول کردن ولی مقدار توی زمان بندی کند هستش. میخواستم خواهش بکنم از دوستان که برنامه ما رو دارن فالو میکنن روی اینستاگرام پیج ما، بخشید دوست ما خارج شدن دوباره وصلشون بکنیم، لطف کنید ما رو اگه دسترسی به یوتیوب دارین کانال یوتیوب ما رو هم همچنین بهش سابسکرایب کنین. خب دوست عزیزمون بالاخره تونستم به ما وصل بشن. سلام غزل جان. خیلی سرخورده شدم. خب مرسی که یه مقدار قطع و وصل میشیم. من امیدوارم که خب الان خوب شد. صدای منو داریم؟ بله من صدای شما رو دارم. شما صدای منو داریم؟ بله بله بسیار عالی. خیلی هم خوب. امیدوارم که دیگه تا پایان برنامه مشکلی پیش نیاد ولی ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. ممکنه پیش بیاد. خب حالا درست آره دیگه این اینترنته.
خدا رو شکر بیننده ما هم همه بالاخره میدونن این مشکلات پیش میاد و خیلی صبور هستن و ما رو تحمل میکنن به هر حال. خب برنامه رو شروع میکنیم. غزل جان امکان نیم وقت شما بشینیم که ما چهره شما رو بهتر بتونیم ببینیم؟ آره خوبه. بله بله اونجا خوب. البته اگه که آره امیدوارم خسته نشین. خیلی خوب باش، هر جایی که خودت راحتی. خب غزل جان لطف کنید خودتون رو معرفی بکنید، بگین که اصلیتتون کجاییه، الان ساکن چه شهری هستین و مشغولات هنریتون در چه زمینیه. خب من غزلم، متولد گرمسارم، در حال حاضرم که توی گرمسار زندگی میکنم و کارم و اینام که نقاشی دیگه، نقاشی میکشم. نقاشی اون وقت با رنگ کار میکنین ما یا با چه موادی کار میکنین؟ من نقاشیم، اکثر نقاشیام با راپیده، اما خب هر از گاهی با مداد رنگی و اینجور چیزا کارم، اما کار اصلیم با راپیده. پس بیشتر تو کارهای طراحی و تصویرسازی هستی؟ بله. چند وقتی هست که این کار رو شروع کردیم غزل جان؟ تقریبا میتونم بگم از سال 94-95 بود که دیگه من شروع کردم به نقاشی کشیدن. آره دیگه همون حدودا بودش، ولی خب حرفه‌ای نبودش تو اون سالم، بعدن طرفا حرفه‌ای تر شد. بله. خب فکر کنم الان چند سال میشه؟ من سال ایرانی رو خیلی سالا نمی کنم. 94-95 5 سال میشه بکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب شروع خیلی خوبی بوده. چی شد که تصمیم گرفتی کارو شروع بکنی اصلا؟ خب من اولا که همون سال 94 اینطورا که مثلا هر وقت حسنم سعی میرفت میرفتم سمت نقاشی کشیدن و اینجور چیزا، بعد دیگه یواش یواش دیدم که من همیشه دارم نقاشی میکشم، توی همه وقتهای آزادم دارم نقاشی میکشم، یعنی هر اتفاقی که میفته من دارم نقاشی میکشم. و گفتم خب چرا سعی مثلا تخصصی تر این کار رو کنم. اولا با ماژیک نقاشی میکشم، یه ماژیک وایت بورد کلوف، بعد نقاشی ها افتضاح میشد، بعد با افتخار میرفتم نشونم بودم این نقاشی منه و خیلی به خودم افتخار میکردم با این نقاشی ها. بعد من و خواهرم معماری میخوندش، بعد من رو با راپید آشنا کرد، گفت خب چرا با راپید نمیکشی که مثلا نازوکه بهتر میتونی بکشی و اینا. بعد من دیگه شروع کردم با راپید نقاشی کشیدن، اولش که خیلی نقاشی ساده و اینا کشیدم، ولی خب دیگه الان خیلی قشنگتر حرفه‌ای‌تر نمیکشم دیگه، بعد ظرافتش بیشتره تا با ماژیک. آره دیگه اینجوری بود که راپید یعنی خودکاره دیگه، درسته؟ ماژیک بیشتر میشه بهش گفتیم، مدل ماژیک. من استفاده نکردم، آشنایی ندارم. خب بسیار عالی. پس همینطور هی تمرین کردی تا یه مقدار کارتون بهتر شد و همطور هم آره همین خودم شروع کردم میکشیدم و اینا تا بهتر شد کارم دیگه. وقت کلاس هم رفتی یا نه باز فقط خودتون کار رو ادامه دادی؟ من دیگه فقط خودم میشم، مثلا هر از گاهی شاید توی سایت ها دنبال آموزشش میرفتم و اینا، اما خب کلاس و اینا نرفتم، بیشتر خودم کار کردم. بسیار عالی. خب حالا تو این مدتی که کار کردین چند تا اثر تا به حال خلق کردین؟ آره میشمارین کارتون اصلا یا نه؟ آره پشتش همیشه عدد میزنم که داشته باشم تعدادش، فقط تقریبا 170 80 تا اینطور الان نقاشی دارم. چرا تو چه سایزایی کار میکنی؟ بله چه سایزایی کار میکنی؟ سایز بزرگ کار کردن یا فقط سایزایی که مثلا تو دفتر جا میشه؟ نه من تو برگه آچار همیشه میکشم، همیشه تو برگه آچارم، نه هر از گاهی تو دفترهای اینقدری هم میکشم، اما خب بیشتر تو همون برگه آچاره. خب کوچیکتر خیلی کارش سخت‌تره، با اینکه جزئیاتش سخت‌تر میشه. بعدی جالب اگه اون کارم رو انجام بدید. تمرین میکنم. خب غزل جون گفتین که هر وقت حوصله‌تون سر میرفت میرفتین این کار رو هنری انجام بدین، حالا چون سازمان ما بیشتر تمرکزش روی بخش سلامتی و اینکه چقدر انجام کار هنری و هر نوع کار خلاقیتی کنن روی سلامتی ما میتونه تأثیر بذاره بیشتر توجهش هست، سوال بعدی من از شما اینه که آیا توی سلامتی شما هم تأثیری گذاشته این کار هنریتون؟
خب مثلا تاثیرش روی سلامت جسم با سلامت روح از نظر من فرق داره، چون مثلا تو سلامت روح من خیلی تاثیر مثبتی داشته، اینکه مثلا شاید نظر من باشه حالا نظر همه نباشه، اما من مثلا هر وقت عصبانی بودم یا ناراحت بودم دنبال کاری بودم که دوست داشتم انجام بدم که مثلا از این حالت در بیام، و کاری که من دوست داشتم انجام بدم نقاشی کشیدم، رفتم نقاشی میکشیدم، یا مثلا کاری که دوست داشتم که همون موزم نقاشی بود انجام میدادم، اوکی میشد حالا من اینجوری تاثیر مثبت داشته تو روحم، چون که حس میکنم نقاشی آدمو از دنیای واقعی پرت میکنه توی دنیای خودش. مثلا من اگه دارم در مورد کهکشان نقاشی میکشم، توی دنیای همون کهکشان و سیارات و ستاره ها پرت میشم، چون همش حواسم سمت اون چیزاست. اما واسه سلامت جسم حداقلش میگم برام اصلا تاثیر مثبت نداشته، چون مثلا کسی که بخواد نقاشی بکشه یا اصلا درس بخونه باید مثلا یه فاصله داشته باشه چشمش با برگه، یا مثلا فاصله صندلیش با میزش یه فاصله داشته باشه که مثلا روی کمر یا چشم اینا تاثیر نذاره. اما خب من میخوام نقاشی بکشم، فاصله برگه تا چشم من نیم سانت هم نیستش، با کمرم تو این حالت من، و خب روی جسمم زیاد تاثیر مثبت نداره، اما خب در روحم خب تاثیر داره. خیلی خوشحالم که این قضیه گفتی، راجعش صحبت کردی، من که لازمه که من راجع به این قضیه هم مقدار توضیح بدم. این نکاتی که گفتیم من بیشتر بهش میگم نکات ایمنی که لازمه حتما ما رعایت بکنیم در انجام کار هنری. خیلی پیش میاد که وقتی ما اینطوری غرق انجام کارمون میشیم اصلا زمان و گذشت زمان رو فراموش میکنیم، یعنی اصلا متوجه نمیشیم زمان چجوری میگذره، و این خودش باعث میشه که دقیقا همین چیزی که شما گفتین توی یه پوزیشن نادرستی مثلا جسمن قرار گرفتی و ساعت ها مثلا تو اون حالت قرار گرفتی، و حتما واجبه که آدم ما بین این انجام کارش استراحت داشته باشه و یه چند دقیقه رو بیاد کنار، حالا استرچ کنه، مقدار حرکات کششی و ورزشی انجام بده که به جسمش آسیب نرسونه. مثلا تو دانشگاه هم، تو من دانشگاه هنر میخوندم، اینو همش به ما گوشزد میکردن که حتما بریک بگیرین وسط کاراتون و چندین ساعت نشینین جلوی کار، چون ممکنه که بهتون صدمه بزنه. خیلی ممنون که اینو گفتی. خب لازم بود. بله هم لازمه، چون بیشتر ماها کلا کار هنریشون با عشق و علاقه هستش، آدمو با خودش میکشونه و نمیشه جلوشو گرفت، و خب لازمه که بعضی وقتا ما خودمون خودآگاهانه خودمون رو بتونیم مدیریت بکنیم در انجام کار هنری. سوال بعدی من از شما دوست عزیزم این است که آیا دوست با هنرمند دیگه همکاری بکنید؟ این سوالتون خیلی برام جالبه، چون که من یه مثلا میتونم تقریبا یه هنرمند نوپام که از نظر خودم حرفه‌ای و تخصصی کار نمی‌کنم، یعنی اونقدری که باید. بعد خب 100% من دوست دارم با بقیه هنرمندا اینا همکاری داشته باشم، اما خب سوال من اینه که اونا هم دوست دارن با من همکاری داشته باشن؟ خب چون که من واقعا عاشق همکاری با دیگرانم، میتونم چیزای ترکیبی مثلا متفاوتی مثلا بکشم یا هر چیزی، چون با آشنایی با هنر بقیه هم، خب بعد ببینم اونا دوست دارن آیا. بله حتما بالاخره باید همدیگر رو ساپورت بکنیم، حمایت بکنیم، حتی اگر شما خودتون هم نظرتون راجب خودتون این است که نوپا هستید، بالاخره شما هم با فعالیتتون از یه جای شروع بکنید دیگه. این موضوع تو بحث حالا جامعه هنری خیلی پیش میاد، چون یه سری ها بر این باور هستن که خب وارد جوامع هنری شدن یه مقدار خیلی سخته و خیلی سخت میگیرن و هر کسی رو قبول نمیکنن و این حرفا، ولی به نظر من میاد مادامی که شما خودتون علاقه من باشین و کارتون رو ادامه بدید به صورت مدام و هی قطع و وصل نشه، مثلا یک سال کار کردید بعد 3 سال مثلا ول کردید، دوباره 2 ماه دیگه بعدش کار کردید، یعنی مشخص باشه که شما کارتون همینطور با دوام مونده و شما داشتین کارتون انجام میدین، خودتونم با این علاقه که دارین نشون میدین حتما دوستان دوست خواهند داشت که با شما همکاری داشته باشن، به هر حال حتی اگر که تکه های کوچکی باشه از یه پروژه بزرگ. بسیار عالی. خب در حال حاضر مشغول چه نوع فعالیتی هستین؟ آیا هنوز کار هنریتون ادامه میدید؟
کار هنری که آره خب من تازه فارغ التحصیل شدم مثلا در حال آماده سازی برای کنکورم مثلا بعدش توی دنیای واقعی اصلا درس نمیخونم یعنی آمادگی ندارم واسه کنکور من واسه سال دیگه من کنکور بدم امسال خیلی زوده برام آره دیگه من الان در حال حاضر تو دنیای واقعی غیر از نقاشی کشیدن فعالیت دیگه ندارم من تو فضای مجازی خب الان یه پیجی رو تازه تأسیس کردم که راجع به همین نقاشیام و ایناست یعنی یه پیج هنری رو زدم نقاشیام میذارم سفارش میگیرم اگه کسی نقاشی بخواد براش میکشم و اینا این تنها فعالیتم بسیار عالی این پیجتون رو اینستاگرامه بله تو اینستاگرام اسمش چیه آیدیش ال غزل کریمی آرت ال دوست داشتین اینو به ما بگین که ما آخر این برنامه اضافه بکنیم که دوستان بیان و بازدید کنن از پیجتون خب ببینم از این سوال هایی که من اینجا دارم شما البته خودتون گفتین که خودتون نوپا میدونید ولی به هر حال بازم از کسی که هنوز هیچ کاری رو شروع نکرده یه چند پله شاید جلوتر باشید توصیه‌تون واسه دوستانی که تا به حال اصلا کار هنری نکردن و میخوان که این کار رو شروع بکنن از نظر شما چیه؟ چه توصیه بهشون میدید؟ این اتفاقا هم که الان گفتیم مثلا حرفه‌ای تر بشن نه هم چند وقت پیش برای خودم پیش اومد که خب من از وقتی که این پیج رو زدم وقتی مثلا یه پستی از نقاشیمو میذارم میان دایرکت ازم انتقاد میکنن یا کامنت های مثبت میذارن یا هر چیز دیگه باعث میشه که من مثلا اون کارمو سعی کنم بهتر کنم که این انتقادا نباشه یعنی آدم اگه یه کاری کنه دیده بشه همون یه کار کوچیک هم که داره میکنه اگه دیده بشه مثلا میتونه بهش کمک کنه البته بهش که انتقاد پذیر باشه اما کسی که انتقاد پذیر باشه خب این انتقادا رو دریافت میکنه به یه فرصت تبدیلش میکنه که آقا این یه نفر که داره من انتقاد میکنه رو خب پس من تو نقاشیم یه تغییری ایجاد کنم یا تو کاری که دارم میکنم یه تغییری ایجاد کنم که دفعه بعد انتقاد نکنه ولی خب اگه آدم انتقاد پذیر نباشه خب میگه ای بابا اینجا نقاشیم فلان شد من دیگه نمیتونم من فلان هم من هیچ وقت نمیتونم کار کنم اینا ولی آدم بعد همیشه یعنی این خاطر شروع کنه کاریو و سعی کنه که دیده بشه مثلا انتقاد دریافت کنه نظر دریافت کنه اینجوری بکنم بهتر باشه نظر من البته نه درست میگی من موافقم دقیقا همینطوره خیلی از هنرمندا رو من میشناسم که حتی ما باهاشون تماس هم گرفتیم خیلی علاقه ای نداشتم که حتی بخوان جوابی بدن و یا بخوان به قول شما خودشون نشون بدن و حضور داشته باشن ولی خب مهمه واقعا خیلی مهمه برای اینکه حتی اگر خب اینجا مردم خیلی بیشتر قسمت مادی ماجرا رو نگاه میکنن و فکر میکنن خب اگه خب درآمدی نداشته باشه چه فایده ولی چه آدم بخواد با این دیدگاه جلو بره چه با دیدگاه اینکه من علاقه مندم به این کار و میخوام این کار رو فقط برای دل خودم هم حتی اگه شده این کار رو انجام بدم انجام میدم به هر حال چون با عشق و علاقه این کار داره انجام میشه و به قول شما اگه آدم انتقاد پذیر هم باشه و صحبتهایی که بهش میشه رو بخواد بره با تعمق روشون فکر بکنه و پذیرا باشه حتما به پیشرفت کار خیلی کمک میکنه و حتما به درجاتی میرسه که خب حرفه‌ای تر میشه طرف خب حتما همینطور که خودتون هم گفتین بخواه سفارش میدن بخواه یعنی از یه جای بخواه این کار شروع میشه و ادامه پیدا میکنه اگه که آدم اینقدر انعطاف پذیر باشه به قول شما بسیار عالی خب حالا شما در این کار هنری که شروع کردین چه اشخاصی تاثیرگذار بودن توی زندگیتون برای این کار هنریتون که حالا چه الهام به شما داده باشن چه مشوق شما بوده باشن خب من واسه این سوالتون فقط یه جمله میتونم بگم که اونم تنها کسی که توی این راه پشت من بود به من الهام داد به من کمک کرد که این کار رو ادامه بدم یا هر چیز دیگه فقط خودم بودم یعنی شخص خاصی وقت پشت من نبود که مثلا این کار رو من ادامه بدم گسترشش بدم یا هر کار دیگه کنم ماشاءالله بسیار عالی امیدوارم که همینطور ارادتون راسخ بمونه محکم با
تو پشت کار. بسیاری در کار هنری چی؟ مثلا کار هنرمندانه دیگر هم نگاه میکنین؟ از اونا مثلا الهام میگیرید یا نه؟ اینکه خب 100% مثلا من وقتی خودم ایده ای واسه کاری ندارم میرم مثلا شاید تو اینستا سرچ میکنم، یه کار جدید میبینم، چند تا کار رو با هم ترکیب میکنم، مثلا یه چیز جدید در میارم یا مثلا اینجور کارا رو انجام میدم. ولی خب شخص خاصی نیستش که حالا مثلا از هنرمندان کلاسیک نیستش، مثلا همینجوری هر چیزی که نظرم جلب کنه میرم سمتش دیگه. بسیار عالی. خب اگه میتونستی چیزی راجع به خودتون تغییر بدید، چه چیزی رو تغییر میدادید؟ خب این سوالتون روجه بحث داره چون من خیلی چیزا واسه تغییر تو خودم دارم. بیشتر از همه سعی میکنم که دیدم به دنیا و حتی خودم رو عوض کنم. چون مثلا من یه آدم خیلی ناامیدم که میگم وای خدای چرا این اینجوریه، چرا اون اینجوریه، چرا من اینجوریم، چرا این اتفاق نمیفته. من یه همچین آدمیم. بیشتر سعی میکردم اینو عوض کنم و اینکه اگه واقعا میتونستم یه چیزی رو عوض کنم این کارم میکردم که سعی کنم من خودم رو پیدا کنم. چون مثلا من همیشه یه دختر برای خانواده بودم، یه دانش آموز واسه مدرسه بودم، یه دوست واسه دوستان بودم، هیچ وقت خودم نبودم. و اینکه مثلا اینو به بعضیا که میگم، میگن خب سعی کن خودت باشی، چرا خودت نیستی؟ میگم خب من حتی نمیدونم خود واقعیم چه شکلیه که بخوام خودم باشم، من واقعا بلد نیستم خودم باشم. و اگه یه کاری میتونستم انجام بدم این بود که خودم رو پیدا کنم. نه that's a lifetime work. کار کل عمره. خیلی خودشون رو نمیشناسن. مشکل خاصی نیست. خب بسیار عالی. بکنم این سوالم جوابش رو دادید که دوستان بیننده ما کجا میتونن کارهای شما رو ببینن، توی چه پیجی؟ آیا وبسایت هم شما دارین به غیر از اینستاگرامتون؟ من دیگه فقط توی اینستاگرام یه پیج دارم. هم کلن تو فضای مجازی فقط تو اینستاگرام هستی؟ بله. خب پس اگه دوستان بخوان نگاه کنن فقط میتونن بیان پیج اینستاگرام شما رو بازدید کنن. بله. از همونجا هم میتونن به شما مسیج بدن، همونجا جوابشون از خواهی بود. آره دیگه همونجا جواب. خب من یه سوال جالب دیگه هم میخوام ازتون بپرسم. اگه که دوست نداشتید یا جواب نداشتید میتونید بگید جوابی ندارید. ما برای اینکه برنامه ما یه مقدار ما هیجان‌تر باشه و بالاخره دوستان حوصله‌شون سر نره، این سوال رو طراحی کردیم که از مهمانان برنامه ما بپرسیم که اگه یه قدرت فوق‌العاده داشتن چه قدرتی دوست داشتن داشته باشن، یه سوپر پاور داشتن، چی به نظرت میومد که دوست داشتی باشی؟ یکم باید فکر کنم راجع به این سوال، چون خیلی چیزا دوست دارم داشته باشم. مثلا شاید خنده‌دار بشم، بتونم با چشمام چیزایی که نمیخوام رو ذوب کنم، یعنی قدرت لیزر چشم داشته باشم. خیلی خوبه. کنم از زندگی. خب البته یه وقتا خشنه ولی نه ولی سوپر پاور خوبی آدم بتونه با چشم زوب بکنه سر چیزا رو سریع همونجا کلا نابود میکنین همه چیزو. آره یه چیز میگه خوشم میاد بگم خدافظ زوب بشه. بسیار عالی. خب من سوالم تموم شد. فکرم خیلی صحبت کوتاهی بود. من خیلی خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید این لایو رو با همدیگه داشته باشیم. اگر صحبتی چیزی هستش دوست دارید اضافه کنید لطف کنید اضافه بکنید. نه دیگه صحبت خاص نیست، همه سوالا رو پرسیدید دیگه. خب گفتم شاید پیام خاصی داشته باشید برای دوستان، بالاخره افرادی که همسن سال خودتون هستن شاید در شرایط خودتون باشن، دوست داشته باشن که این کار رو شروع بکنن و یا شما باهاشون همکاری داشته باشید. خب مثلا میتونم بگم که هیچ وقت سکن انتقاد بقیه رو از نظر منفی گوش نکنید. سکن انتقادا موفقتون کنن، باعث پیشرفتتون بشن. و اینکه اگه کسی پشتتون نیست اصلا براتون مهم نباشه، چون خودتون با خودتون هستید.
دقیقا خیلی خیلی پیام خوبی بود عزیزم که اینو دادی، چون حالا در زندگی ما حالا وقتی که جوان هستیم خیلی هنوز زندگی سخت نشده، مشکلات رو هم اینطوری نیومده بالا که خفه بکنه آدمو، و خیلی با دید بازتر آدم میتونه همه چیزو ببینه. و خیلی خوشحالم که شما پا در این عرصه گذاشتید و دارین فعالیت میکنید. ما با شما در ارتباط خواهیم موند همچنان از طریق اینستاگرام، و خوشحال میشیم که فالو بکنیم شما رو. خب من تشکر میکنم از همه دوستانی که به این لایو ما پیوستن. فردا هم یه لایو دیگه داریم با یک دوست هنرمند از دیگه، خانم شهلا شهریاری فکر کنم اسمشون هستش، فردا هم به ما بپیوندید. خوشحال شدیم بعد همچنین خوشحال شدم عزیزم. ما کارهای شما رو میذاریم توی پیجمون که دوستان بسن بیان و بازدید بکنن. ممنون، خدافظ همگی. خدافظ.